اما من یه ترمینولوژی جدید رو چند ساله برای دوستان توضیح دادم، تعریف کردم، باز خودم این رو بهش رسیدم. اینا تجربه های زیسته خود بنده هستش که تحت عنوان زندگی هدفمند، مطالعه هدفمند، آزمون دادن هدفمند، حالا اصل که زندگی دیگه، خب زندگی هدفمند که آقا اصلا من چیکار دارم میکنم، اصلا هدفم چیه، اصلا برای چی باید این کارا رو کنم، که من در زندگی هدفمند به کرات عرض کردم زندگی رو از آخر به سر ببینید. یعنی فرض کنید که 80 سال 90 سالتونه دیگه، میدونید که زیاد عمری نمونده، آقا من 90 سالمه دیگه عمری نمونده، دارم جمع و جور میکنم، خب از آخر به جلو نگاه میکنم ببینم راضیم، جوونیمو چیکار کردم، بعد میانسالیمو چیکار کردم، یه وقتی دارم مرور میکنم بگم آره بازم همون کارا رو میکردم، یا نه رفیق بازی میکردم، وقتمو تلف میکردم، بشینم پایین نمیدونم فلان کار نمیدونم این اصلا هیچ کدومم یادم نیستا که اصلا چیکار کردم، مثلا میگم تو این سن چیکار کردیم، نمیدونم والله، همینج گذران کردیم دیگه. زندگی هدفمند از آخر به اول معنا داره، یعنی شما خودتون از آخر به چون هر جایی که گیر کردید تو دوراهی های زندگی و در اون برزخ هایی که اول عرض کردم، بیاید یه فلش بک بزنید بگید آقا من 90 سالمه 87 سالمه دیگه میدونم یکی دو سال دیگه بیشتر زندگی نمی کنم، نگاه کنم ببینم تو این 30 سالگی اگه به من میگفتن دوباره بیا برو تخصص بخون میخوندم، من نگاه میکنم میگم تو 87 سالگی دارم تو تفکرات و تخیلات خودم سپری میکنم، من نگاه میکنم میگم آره بازم تخصص میگرفتم، چرا؟ چون باعث شد خیلی بیمارا رو بهتر درمان کنم، حداقل عذاب وجدان ندارم، وجدانم راحت، اون پولی که گرفتم درسته، خیلی خوب باشه اوکی این کار میکردم، آیا مثلا اون ویلایی که ساختم رو دوباره بازم میساختم، نگاه کنم ببینم مثلا چیکار کردیم، چرا یه وقت من یه جایی رو ساختم که باعث خیرات و برکات زیادی برای خیلی آدما شد، خیلی میده جوونی هم بود با زنش تازه ازدواج کرده بود، پول نداشت، من کلید اینو دادم گفتم آقا تو با زن تازه ازدواج کردی برو اینجا چند روز استراحت کن، یه بچه‌ای هم بود یتیم بود کسی رو نداشت، من به خانواده‌اش گفتم آقا این بچه رو ببرید چند روز اینجا تفریح کنه گردش کنه، یه سری دیگه هم بودن رفیقام بودن که اونام تمکن نداشتن نمیتونستن برن چند میلیون تومان اجاره کنن، اینم کلیدو دادم اونام رفتن استفاده کردن، آره پس بازم میساختم، خیلی آدما خیرشو دیدن، خودم دو بار تو سال رفتم، ولی وقت نگاه میکنم نه بابا من اصلا نگاه کنم این ویلا رو این همه زحمت ساختم، دو بار تو سال رفتم اونجا که چی، مثلا این همه پول رو اونجا بلوکه کردم، این همه آدم میشد مثلا اش استفاده کنم، نه دیگه این کار نمی کردم. پس تو زندگی هدفمند از ته نگاه کنیم، مطالعه هدفمند، ما تو دوره‌ای که درس میخونیم هدفمند یعنی که آقا من میدونم چه رشته‌ای میخوام، چی میخوام، چقدر باید درس بخونم، از هر درسی چند تا پوهن باید بگیرم، آقا من میخوام رشته کودکان قبول شم از 250 تا سال با 190 تا رو باید جواب بدم، خب این 190 تا از کجا حاصل میشه؟ از 10 تا جامعه نگر 8 تا، پس از 190 تا 8 تاش از این کم میشه، زبان از 20 تا 10 تا، این شد 18 تا، از جراحی مثلا دکتر آلام خیلی خوب درس داده 17 تا، میرم نگاه میکنم میبینم خود کودکان رو خوب رشته تخصصی من 18 تا جواب میدم، یعنی چرت که من دائم برقراره، حالا از این 18 تای کودکان کدوم 18 تاست، کدوم فصل هاست همیشه سوال میاد، کجا همیشه مطرحه، میشینم تمام تمرکزامو میذارم رو اونا، خب حالا ممکنه یه سالی از اونجا سوال نیاد یه جای دیگه سوال بیاد، ولی من میدونم، یعنی نمیرم تو بر کتابا ببینم مثلا اینجا میشه یه دانشمندی اومد خرگوشا رو گرفت برد تو آزمایشگاه نمیدونم تست کرد، بعد برم تو هوای آزمایشگاه با اون خرگوشا، بعد ببینم بمیرم دلم بمیرم براتون، شما سکریفای هم کرد آخرش ها این چی شد، حالا داره در مورد اپیکال پلاک صحبت میکرده تو اندو که بابا خرگوشا رو چیکار داری فدات شم، اصلا از اینجا سوال اومده مگه تا الان، مطالعه هدف من یعنی که آقا من بدونم هدفم قبولی در امتحان تخصصه، چه رشته ای میخوام، اون رشته چند تا باید درست جواب بدم، درست از کجا میاد، از هر درس چند تا میاد، تو هر درسی هم از کدوم فصل داره تامین میشه، میشه مطالعه هدفمند، آزمون دادن هدفمند یعنی چی، یعنی من 3 تا درس رو میخونم 4 تا درس رو میخونم توی چارچوبی، بعد میرم یه آزمون میدم ببینم آقا چه جوریه، حالا چیکار کردم، چقدر بلدم، آیا لازم فلش بک بزنم دوباره اونا رو بخونم یا نه،
یا نه باید بشینم دوباره از اول اون مبحث رو بخونم. این که فرض کنم که من با آزمون دادن درس رو یاد میگیرم کامل اشتباهه. یعنی شما اگه برید با آزمون و تست بخوای درس رو یاد بگیری، احتمال خطا و نمره منفی خیلی بالا میره. یعنی شما رفتی تست سپس کردی، حالا طراح سال که الزاما همیشه اونجوری سوال نمیده، سوال از آخر به اول مطرح میکنه و شما اونو نمیتونی جواب بدی. خب پس خدمت شما شاید که مبتنی به یعنی هدفمند در مقابل چیه؟ انتخاب آگاهانه است در مقابل جبر و اجبار. یعنی ببینید، یعنی من سالیان متمادی معلمی کردم، دوست دارم این تجربیات رو به شما بگم، شاید شما رو این دا تو ذهنتون بمونه. این مثالا برای اینه که شما تو ذهنتون بمونه. من پنجشنبه که دانشگاه تعطیل بود، چه دوره آندرگریجوئت چه رزیدنتی، میرفتم مدرسه، معلم راهنمای دانش آموزای سال آخر بودم که نامشون هم رشتهشون ریاضی فیزیک بود. خب من خانواده ها میومدن پیش من گفتن آی دکتر چه خواهش کنیم یه ذره حواست به این پسر ما باشه، اینجوری بکنی اینجوری کنی، این قبول باید بشه. و من چقدر برای اینا انرژی گذاشتم، من چقدر اینا رو پوش کردم، چقدر ببینید شاید باورتون نشه اون موقع موبایل نبود، شب میرفتم درمانگاهی که کار میکردم، شبا میومدم با تلفن ثابت خونه دونه دونه به خونه اینا زنگ میزدم که فلانی چیکار داری میکنی، امروز چی خوندی، چیکارا کردی. یعنی این کاری که من الان شاید این سالها دارم برای رزیدنتی برای دوستان میکنم، سبقش به دوره معلمی بنده برمیگرده که دوست داشتم همیشه که با جوونا کمک کنم که اینا بیان در حقیقت ارتقا پیدا کنن. حالا میومدم خونه از کلینیک درمانگاه زنگ میزدم، خب فلانی چطوری چیکار میکنه، اینام خیلی دوست داشتن، یعنی عاشق من بودن که اینقدر کارشونو پیگیرم. خب چی میخوام بگم؟ ببینید من اینا رو پوش کردم، من اینا رو به زور قول دادم، رفتم تو دانشگاه درس خوندم تا ساعت 2 نصف شب میشستم تو کتابخونه برای اینا انتخاب رشته میکردم که اینا قبول باید بشن. بهشون هم میگفتم خودم شما خیلی زحمت کشیدی باید قبول بشی، من کار ندارم. تا 2 نصف شب مثلا کلی کتابخونه رو هم داده بودن، این کتابخونه عمومی بود دست من بود، اینا دور من جمع بودن، آقا ما اینجا اینجوری زدیم مثلا مکانیک سیالات، یه زدیم مکانیک ساخت و تولید، این خوبه؟ نگاه میکردم با شناختی که از اون آدم داشتم مثلا میگفتم آره تو مکانیک سیالات برات خوبه. سر شما رو درد نیارم، الان خب خیلی سال گذشته دیگه از اون موقع دیگه. خیلی خوب خدمت شما عزیزانم از شبت که مثلا فرض کنید سال 82 اینا 20 سال گذشته، اینا الان خب همشون دکترا گرفتن، رئیس دانشگاه شدن، رئیس دانشکده شدن. اینها خدمت شما از شبت که توی دانشگاه که خدمت شما هر شبت که درس خوندن و رشته‌های متعالی خوندن، الان شما فکر می‌کنید اینا دارن چیکار میکنن؟ یعنی تو به چه شغلی مشغولن؟ الان دو تا از این بزرگواران که خیلی هم پسرهای خوبی هن، انقدر با شخصیت و آقا و من واقعا همچنان دوستشون دارم، جز عزیزترین رفیقای بنده، راننده ترانزیت تو اروپا. یعنی من توی پستای اینستاگرامشون میبینم، مثلا من از اون بلژیک هم دارم میرم مثلا هلند، الان نمیرم این شهر هم دارم میرم جنوب مثلا پاریس، میگم یه فیلم میزنم خوشون میام، عاشق این راننده ترانزیت ماشینای سنگین تو اروپا شده. خب چی میخوام بگم؟ ببینید انتخاب آگاهانه در مقابل جبر و اجبار و پوش کردن. شما به من نشون بدید یک نفری رو که یه بچه ای رو که به زور پدر مادر درس خونده باشه و من ببینم یه چیز خیلی خوبی در اومده، تا اون بچه ای که خودش درس خونه که شما نگاه میکنید اون بچه های درس خون خدمت شما هر شبت که از قله هرم اومدن تا پایین هرم رسیدن و بسیار موفقن، شاخصن، شاخص این تأثیرگذارا به معنی معروف و مشهور و اینا نیست، شاخص از زیمه این تاثیرگذار، این آدم هایی که درمانگر خوبی هن، استاد و معلم خوبی هن، دانشجوهای زیادی رو تربیت کردن، پرورش دادن. خیلی اینا خودشون آگاهانه رفتن توی زیر پله درس خوندن، رفتن توی یه دونه اتاق کوچیک تو انباری درس خوندن. خب خدمت شما رو شود که لذا خدمت شما بزرگوانه عرض کنم که ما اصلا در کل تاریخ ما نداریم که کسی رو که نگاه بکنیم ببینیم که این به زور به یه جایگاهی رسیده باشه.
ببینید یکی از بزرگواران که خارج کشور اومده بود یه لکچری اومد تو دانشگاه داد برای رزیدنت ها و یه عکسی گذاشت که اینا مثلا ما توی اون کشور که بودیم این همکارای من که خانومایی که اینجا بی اجاب بودن ببخشیدا عکس نگیرید که بعدا خوشم معذب نشن فلان و بیسن. بعد از که از کدام بینم اون 3 نفر خانومی که حجاب داشتن میگه اونجا که حالا کسی کاری نداره که اونا کجایی بودن؟ اون یکی مال مصر بود، یکی مال یمن بود، یکی مال سودان بود. خب خیلی خوب ببینید اونا خودشون آگاهانه انتخاب کردن، یعنی تو اون عکس هم نگاه میکردی حجابشون کامل کامله. یا جالب اینه که مثلا نشون میده تو این جنگی که داره انجام میشه مثلا تو فلسطین و غزه و لبنان حالا آوار ریخته، یعنی کل ساختمون ریخته، زابرا و آوارن، ولی نگاه میده اون خانم با حجاب کامله. چرا؟ چون خودش انتخاب کرده، خودش انتخاب کرده. و الان ما یادمون نمیاد که یه نفری شده باشه که بیاد مثلا توی شرایطی بهش گفته باشن آقا تو باید. چرا؟ ببینید در تلیعه و مقدمه یه کاری ما باید یه ذره خب به اون آدم تو اون فضا دانشجویی تازه میاد تو دانشگاه دندان پزشکی یه ذره سخت بگیریم، درس بخون فلان کن مثلا کن تا بیاد خودش رو تطابق بده عادت کنه، خب جا بیفته. هر جای دنیا بره همین مسیر رو باید طی کنه، اولی سخته ولی بقیهش وقتی اون حول اولیه رو دادی دیگه خودش باید تا ته راهو بره. اینجا مخاطب من دوستان عزیزی هستن که دائم میگن آقا ما یکی رو میخواییم که هر روز برنامه‌مون رو شون ارائه بدیم. خب فدای تو بهم بشم اگر حالا چه منی که به صورت بدون هزینه و رایگان برای شما این کارا رو میکنم، چون استاد بزرگواری که یه شارژ ماهیانه برای شما این کارو میکنه. من واقعا میگم حرفی ندارم، هر روز شما من پیغام بدید آقا من اینقدر درس خوندم، حالا منم یه نظری دارم یا مثل اون بزرگوارانی که یه دونه تشکر می نویسن میتونم فقط تشکر کنم. ولی بحث اینه، مشکل اینجاست که بحث من اینه که آقا بعد آخرش چی؟ من شما رو پوش کردم رفتی دوره تخصص، بعد خروجیشم باید نگاه کنم دیگه آخرش چی شو؟ من اینقدر پوش کردم تو الان رفتی تخصصتم گرفتی ولی آدم شاخصی شدی. شما خودتون تو رزیدنت هایی که تو دانشگاهاتون داشتید، حالا اگه داشتیم نگاه کنید مثلا 7 تا رزیدنت بودن، خب چند تاشون شاخص شدن؟ چند تاشون از دید شما شاخص بودن؟ یعنی دیدی که مثلا یه آدم پر انرژی، تاثیرگذار، نمیدونم از لحاظ درمان، از لحاظ آموزش، چند تاشون اینجوری هست؟ و خدمت شما عرض شد که لذا این مهمه که آدم خودشون انتخاب بکنن. توی این قضایای کمبودی که دوستان تو کانال شخصی من نوشته بود که لطف کرده بود محبت داشت به بنده حقیقی، نوشته بود که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. مخاطبش بنده بودم. چرا؟ چون گفتم آقا شما میتونی به همه توضیح بدی که اگر مثلا حجاب داشته باشی چقدر خوبه، اینجوریه اونجوریه، ولی اصلا با اجبار و جبر تو 20 سال 30 سال 50 سالم یه کار انجام بدی، سال 51م دوباره آدم برمیگرده سر جای اولش، فایده نداره، ریشه نداره، ریشه نداره. و الا تو این میخوای ریشه داشته باشی آدم باید توی کانسپتی داشته باشه خودش حرکت کنه به اون سمت و سو. ببینید یعنی ممکنه این آدم توی خانواده مثلا مذهبی به دنیا بیاد ولی وقتی اگه کانسپت نداشت، وقتی ریشه نداشت، آگاهانه رشد نکرده بود، وقتی برسه به یه جایی میبینه نه دیگه اصلا همه این عوض شد. و بالعکس اون کسی که آگاهانه خودش انتخاب کرده اونو نگاه میکنیم میبینیم که خدمت شما عرض شد که همیشه همینه تو هر شرایطی. خب لذا شما باید تو این بحثی که در مورد روش درس خوندنه، چرا؟ چون دانش آموز بودی باید یکی شما رو پوش میکرد، ولی دیگه خودت وقتی رفتی تو دانشگاه و درس خوندی و خب وقتی رفتی درس خوندی و خدمت شما عرض شد که 5 سال 6 سال دندان پزشکی خوندی، الان دیگه من توقع دارم که دیگه شما خودت بتونی راه تشخیص بدی. اگه توقع داری من باز شما رو پوش کنم یا کسی دیگه بری تو دانشگاه بزور، من ایشالله که اینجوری نباشه، اینجوری نشه، ولی غالبا این گونه است که خروجی یه آدم خودساخته ای نمیشه. خب خروجی آدم خودساخته ای نمیشه. پس بنابراین آدم ها باید خودشون انتخاب بکنن. خب آدم ها باید خودشون آگاهانه رایشون انتخاب کنن. اون دانش آموز
ببخشید اسخای میکنم، اون دانش آموز، اون خانوم، اون انسانی که خودش آگاهانه تصمیم گرفته اون بچه‌ای که درس بخونه، اون زنی که آگاهانه تصمیم گرفته که حجاب انتخاب کنه، اون آدمی که آگاهانه تصمیم گرفته که در حقیقت به مردم کمک بکنه، خودش به این جنبندی رسیده. این هر جای دنیا ولش کنی همین شکلیه دیگه، تو لازم نیست نگرانش باشی، خودش به این جنبندی رسیده. پس بنابراین ما باید به آدما آگاهی بدیم، اونها خدمت شما هست شد که در حد توانمون، در حد وسعمون، و ما هیچ گونه اجباری هم نداریم که آقا راه اینه، درست اینه، و الا از تو این چیزی در نمیاد، از تو اجبار و اکراه چیزی در نمیاد.